میگم شروع کن. شروع کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما شما در رابطه به حالات ماده مفاهیمی که قراره به اونا ما بپردازیم یا بحث کنیم، اهمیت حالات فیزیکیه، انواع حالات ماده که انواع حالات ماده شامل حالات جامد و مایع و گاز و پلازما، نیوترونی و صاحبی میشه. خب اصلا حالت فیزیکی چی هست؟ تعریف از این داشته باشیم. خوبه، حالت فیزیکی عبارت از درک شبکه سه‌بعدی ماده با استفاده از حواس بینایی و لامسر. این میگم حالت فیزیکی. حالت فیزیکی برای چی به درد میخوره؟ وقتی که ما واسه باشیم ماده ها از یکدیگر تشخیص کنیم یا اینا تفکیک کنیم از یکدیگر جدا کنیم، معمولا از حالت فیزیکی استفاده میکنه. که البته یک موضوعی به اینجا هست، ترکیبات ماده به اینجا بسته میشه که ترکیب ماده جامد کلن چیه، مایع چیه یا گاز چیه، به ترکیبات متفاوتی پیدا میشه. انواع حالات ماده به صورت عموم ماده به 6 حالت پیدا میشه. به 6 حالت: جامد، مایع، گاز، پلاسما، نیوترونی و صاحبی. که باز با شرح هر کدوم به سالهای بعدی میپردازیم. خب یک نکته داریم به اینجا، اون نکته خوب اساسی هم هست. دسته‌بندی حالات ماده به 6 نوع مطلق نیه، چون که در بعض کتاب ها به 3 حالت یاد شده، جامد، مایع، گاز، و در بعض کتاب ها به 4 حالت یاد شده که عبارت از جامد، مایع، گاز و پلازما باشه. چرا این یک اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه دانشمندا فکر میکنن که حالت صاحبی و نیوترونی هر دو تا از زمین بیگانه هم، یعنی به روی زمین نبودم قبلا، فعلا به وجود آمدم. خب کما که جزئیات رو بیشتر میکنیم در رابطه به حالت جامد. خب اسم جامد لغتا از کلمه عربی جمده و جمود گرفته شده و معنای متراکم و فشرده شده سخت میباشه. این معنای لغتی جامده. در اصطلاح با حالتی از ماده گفته میشه که در از این چی شکل، حجم و وزن معین، اینا برس قبلی هم بگفتیدون شکل معین، یعنی به خلال هر زرد که قرار بگیره شکل از این خود نمیگیره. این مواد قابلیت تراکم پذیری یا فشرده شدن هم نداره. میبینید دیگه ذرات از اینا به هم چسبیده هم، از این کرده دیگه شما بیشتر این فشرده کرده نمیتونه فشرده که بکنه، یعنی در واقع ذرات که عبارت از اتم های مولکول باشه داخل هم میره. به این خاطر فاصله بین ذرات اینا که کمه، پس قابلیت تراکم پذیری یا فشرده شدن هم نداره. خب دیگه قضیه که هست در رابطه به جامدات، سرعت سلطه، سرعت سلط گفته در جامدات بالای جامدات مثل آهن، طلا، نقره و غیره، سرعت سلط که میگم منظور اینه به این طرف صدات ببینید میکنم، از این طرف هم که دیگه نوش پر بگذاری میشنوی جسم جامده سلط انتقال داد به سرعت بالای. دیگه داریم حالت مایع. خب حالت مایع هم اصلا دقیقا کلمه عربیه که از کلمه مایعه گرفته شده که به معنای روان میباشه. در اصطلاح به حالت یک ماده گفته میشه که شکلی و نامعین، یعنی مایعات رو داخل از درد قرار بگیرم شکل رو ثابتی ندارم، شکلی رو متغیره، اما حجم به وزن اینا معینه. این مواد قابلیت تراکم پذیری داره اما کمه، کمتر نسبت به جامدات بیشتر ولی نسبت به گازا کمتر، چون که فاصله بین ذرات اینا متوسطه. شما که فشرده تونه میگه کمه دیگه به هم نزدیک میشه، چون که فاصله بین ذرات اینا زیاده و سرعت سلط در مایعات متوسط میباشه که گوی باز بیشتر رو داخل اتاقی سنگا میتونه شما بررسی کنه، مایعات مثل شیر و روغن و تیل و غیره که فاصله بین ذرات هم بگفته کمتره. حالت گاز، حالت گاز لغتاً کس ریشه فرانسوی داره که به معنای فرار کننده میباشه، گاز، جی ایز به او لغت اروپیه بلده داره. در اصطلاح به حالتی از ماده گفته میشه که شکل و حجمی و نامعینه، قابل اندازه‌گیری اما وزنی و معینه. این مواد به قابلیت تراکم پذیری بالایی دارن. شما از این طرف فشار وارد کنیم مثلا این 6 تا مولکول خیلی ازم دورم، میتونیم به یک جا جمع کنیم دیگه، خوب بود خورد کنیم، چون که گفته فاصله بین ذرات از اینا خیلی بعد از این پین اشتباهی نمیدن زیاد میشن. سرعت سلط در گازات، پین گازات مانند نایتروژن و اکسیژن و غیره. خب دیگه داریم حالت پلازما. اصلا قبل از اینکه ما بریم روی تعریفی و یکی داریم حالت جامد.
وقتی که به جامد شما حرارت بدید ترکیب مایع میشه. وقتی که به مایع حرارت بدید ترکیب به گاز میشه. نه به گاز که شما حرارت بدید ترکیب به پلاسما یا پلازما میشه. خب البته اگر پلازما یا پلازما حرارت خیلی بالای مایع که نسبت به گاز متفاوته. مثلا نمک کان شما 801 درجه سانتیگرید حرارت بدید ترکیب به مایع میشه. 1413 درجه سانتیگرید حرارت بدید ترکیب به گاز میشه. اما 8000 درجه سانتیگرید که شما حرارت بدید با پلازما ترکیب میشه. میبینیم که در حرارت از طرف تا به اون طرف خیلی متفاوته. خب اینجا باز تشریح را بیاورده. خب پلازما هم لغتا به معنای مایع ذات الله، اینی که ارتباط به خود مسیح نمیگیره، ریشه یونانی داره که از پلاس گرفته شده. در اصطلاح به حالتی از ماده گفته میشه که دارای شکل و حجم و وزن نمیباشه، چی برسه به اینکه شما رو بگیریم اندازه گیری کنیم یا دگر کنیم. وقتی که یک جامد حرارت داده شه تبدیل به مایع میشه، مایع به حرارت داده تبدیل به گاز میشه، گاز به حرارت تبدیل به پلازما میشه که در این حالت مثل انرژی بسیار زیاد میتونه باشه. خب این چند تا شکل آورده به اینجا از پلاسما. امو رد و برق که تشکیل میشه یا این جگاه به داخل از او کورگه که داره اون حالت پلاسمایی. خب پلاسما باز به دو حالته. انواع پلاسما را اگر تشکیل میکنیم، پلاسمای سرد داره که در این حالت الکترون ها کمتر آزاد میشن. وقتی که کمتر آزاد بشن حرارت کمتر تولید میشه، دوی میگم پلاسمای سرد مثل آتیش روی زمین. یک پلازمای سردیه، کلن الکترون ها فرار نمی کنن. خب البته در مقایسه به خورشید که نگاه کنیم سرده، نه که یعنی آتیش سرد باشه به حالت ما تعریف کنیم. پلازمای گرم چیه؟ گفته هر با الکترون ها کلن فرار کنم و یعنی کلن تبدیل به انرژی بشم، به این حالت شما با می تونیم بگیم پلازمای گرم. پلازمای گرم مثل خورشید، مثل ستاره هایی که در کهکشان ها قرار دارن. خب دیگه داریم حالت نیوترونی. این هم یکی از جمله حالات ماده که دانشمنده اکثرا این به جز حالات ماده نمیارن، چون که در روی زمین وجود نداشته. به شکل طبیعی گفته در زمین وجود نداره، اما به شکل شواب سنگ وارد زمین بشده. چی رقم حالت نیوترونی به وجود میآید؟ وقتی که الکترون ها به هسته سقوط کنن و با پروتون یک جاشن، پروتون الکترون به هسته سقوط کرده، خود پروتون که یک جاشه و نیوترون تولید بکنن، در این صورت گفته مدار از بین میره و 99 درصد حجم اتم از بین میره و حالت نیوترونی به وجود میاد. فرض کنیم که اگر این بوده باشه یک اتم، مدارها اینمی شکل باید. وقتی که الکترون ها از داخل هسته سقوط کنن به مدارها، این مدارها از بین میره. خب فعلا هم نگاه کنیم 99 درصد حجم اتم کم دیگه، دیگه از اینکه تا به این چی کلا یک دوران نمی کنه، این کل اتمه. اما اگه مدارها از بین برفته فقط هسته به وسط مونده، پس وزن هم کلا متراکم میشه به اونجی. سیاره زمین وقتی که از حالت عادی که ما قرار داریم تبدیل شه به حالت نیوترونی، از اندازه فعلی خود خب اندازه یک تو کوفیبار بیشتر نمیشه. ای حالت نیوترونی بود. خب حالت ساحوی داریم، آخرین حالت ماده، انشالله خستم نشده باشیم. حالت ساحوی چی هسته؟ این حالت معمولا داری از میگم حالت تکنولوژی قبل شکل و حجم و وزن نداره، اما اثراتی به خوبی درک میشه. اثرات عبارت از شعاهایی که میگذاره، گوشی زنگ میزنیم، کنترل، صفحه لپتاپ، صفحه تلویزیون، اینا کلن حالت ساحویه. حالت ساحوی روی سیستم های بدن تاثیر منفی میگذاره، چون که شعاع داره و شعاعی از روی بدن عبور و مرور میکنه که یعنی عبور و مرور شعاع یک حالت خوبه میه. مثال از این حالت مثل حالت مثل ریموت تلویزیون و موبایل و لپتاپ و تلویزیون و غیره. اگه کس سوال داشته باشه.